گرانه شرکت های دیشگیر هفته به با شجاعت تمام تشکرهای خود رو تحت هر نامی رو تشکیل بدن و نماینده قانونی کارگران در اون جلسات حضور پیدا بکنه، این اتفاق نمیفته. ما کمترین خواستی که نمایندگان شورای عالی کار داشتیم اون جلسه رو حداقل سر میکردن، دو سال پیش امضا نمیکردن واسه سال 99. ما متاسفانه گرفتار بد شرایطی شدیم. از این ور نظام مستقل حقوقی ما نداریم که شکایت بکنیم. سال 99 شکایت شد دیوان عدالت اداری که همین رئیسی رئیس قوه قضاییه بود، به هیچ عنوان به شکایت ما رسیدگی نکرد. الان هم آقا در جایگاه ریاست جمهوری و اجرایی ساده و داره قانون شکنی میکنه و با دولت متاسفانه قلدر مآبی و شالاتانی ما طرف هستیم با تمام ابزارهای لازم برای برخورد با بازنشستگان و تجمعات در استفاده میکنن. دیروز تعدادی از بچه‌هان اردن اداره آگاهی پلیس امنیت که چرا تجمع میکنه، چرا با اونایی که قانون شکنی میکنن و قانون اجرا نمیکنن برخورد میکنید؟ احسن، ما انتظار داشتیم دیروز که رفتن بچه‌ها داخل آگاهی آقای رئیسی اونجا باشه، آقای مخبر اونجا باشه، اونا هم باید جوابگو باشن. چرا جوابگو نیستن؟ متاسفانه این مجلس چرتی ما داریم که به وظیفه نظارتی خودش عمل نمیکنه. نهادهای نظارتی کجا هستن؟ چرا وارد عمل میشن؟ چرا وارد عمل نمیشن؟ چرا ما باید بازمان روز بیاییم اینجا باید توی سن سال؟ چرا کارگر افتابه باید این همه مسیر بیا دنبال حقوقش بیا اینجا مجبور بشه که از حقوقش دفاع بکنه؟ چطور شما میخواد تولید بکنید وارد میگه سال تولیده؟ افزایش تولیده مهار تورمه، تورمی داری پایین میاد، کارگر چطور میتونه با این حقوق زندگی بکنه و انرژی داشته باشه که تولید بکنه که تولید بخواد بره بالا؟ ما بهمون میگن که غیر قانونی اومده اینجا. ما طبق ماده 27 قانون اساسی اومدیم اینجا، به هیچ مجوز هم احتیاج نداریم. میگن دارید مجوز بگیرید. شما توی 44 سال به کی مجوز دادید که ما بگیریم؟ کجا مجوز شما دارید به کسی که بیا تجمع برگزار بکنه که الان شما میگید برید مجوز بگیرید؟ ما قانون صراحت داره، اگر قانونی دیگه است اینا بگید که بریم مطالبه بکنیم که تب کمان بل بکنیم. متاسفانه طوری شده کارگر به بازنشسته داره به دولت میگه کسی که رئیس دستگاه قضاش، رئیس دستگاه اجرایی، رئیس جمهوره با داریم باش میگیم داری قانون شکنی میکنی. مگر خود رئیس دستگاه قضا نبوده باید قانون گراتر از هر کسی باشی؟ نباید بی قانونی عمل بکنی و قلدر مآبانه بخوای دستمزد کارگر رو بازنشسته سرکوب بکنی. شما فکر نکنید که با این تهدیدها ما سالن خالی میکنیم و عقب نشینی میکنیم، بلکه ما جدیتر میشیم و برای حقمون و دفاع از حقمون تا آخر ایستادیم و پاک پسند میذاریم. یه گلهی از بقیه شهرها دارم. چرا بقیه شهرهای کشور مانند کارگران شجاع هفتپه، مانند بازنشستگان شجاع هفتپه وارد عمل نمیشن و ما رو تنها گذاشتن؟ واقعا بیاد یاد بگیرید از این اطلاعاتی که امروز بین کارگر بازنشسته با کارگران شجاع افتاب ایجا شده. مگه ما چه فرقی با شما داریم؟ دوستان عزیز، هوا گرم، روزه هم هستی، من خیلی میخواستم صحبت بکنم ولی چون برادران عزیز من از شرکت نیشکر افتاب هم تشریف آوردن و رسم ادب و احترام میکروفون در اختیار یکی از نمایندگان کارگران شجاع افتابه قرار میدیم که انشالله مطالبی هم را به عرض شما برسونیم.